بلند شو المیرا، بلند شو دیگه المیرا، المیرا تو رو خدا بلند شو دیگه. فدات شم، این اگه بمیره خونش میفته گردن ما. پس شما یه خواهر داشتین که 18 سال از خودتون بزرگتر بوده. شایدم چند تا خواهر برادر که البته ایشون از همشون بزرگتر بوده. من فکر میکردم تو این گشت زدن و جواب سوالامو میگیرم، سوالام بیشتر شد. ما داریم رد دارایی و پولایی رو میزنیم که آقای سلیمی توی این مدت جا به جا کرده و شخصا فکر میکنم این ماجرا به مهردادم رد. خونه ما چیکار میکنیم؟ مردم حرف زیاد میزنن، نگران نباش من هستم، مراقب باش. در رو دیوارش رو نگاه میکنی خوف آدم رو بر میداره، هزار جور صدا ازش میاد، شبا بدتر هم میشه. شما یه مدت باید برید تو مرکوهان زندگی کنید. سلیمی در سال اول پروژه دکتر مطیع پور بوده، همون موقع حقوق خوبی میگرفت، باهوش بود. دکتر مطیع پور بدون اون لنگ بموند. بعد از فوت دکتر جایگزین شد. اولین بار روز ختم دکتر با مرداد تماس گرفتن تو میشه شهریورماه 92. توی پرونده عکسایی که توسط خبرنگارای مختلف گرفته شده بود رو پیدا کرد. 6 ماه بعد باهاش معامله میکنه و اطلاعات اولیه میده. مبلغی رو به حساب شخص سومی به نام مهندس ناصر نامی ایرانی واریز میکنند. دلال پشت پرده فوتبال بوده. اون پولا رو وارد ایران میکنه. مهدادم بعدتر تکی تکی توی کار با مسعود خرجش میکنه که البته مبلغی برگردونده شده به اداره. تازه داشتیم با یه مدارک مواجه می شدیم که خودش ترسید و اومد سراغمون. قرار شد همونجا ماجرا رو خط کنه و به عنوان نیروی خودی وارد جریان بشه، اطلاعات سوخته بده و بفهمه سر ماجرا کجاست. بیشتر از 3/4 عملیات جلو رفته بود. وقتی برای اول بار معامله کرده بود، یه جایی برای بالا پایی کردنهای مالی وحید رو وارد بازی میکنه. به نظر اون الان هیچ کار است، اما ماجرای این ملکاوان و اون ایمیل، برای ادامه ماجرا فقط اونا باید وارد ملک بشن تا وحید فکر کنه زودتر به خواستش میرسه که ما به نتیجه برسیم. پریجان چایی برد بریزم؟ ممنون. وقتی این خونه خالیه صدا توش میپیچه. چند شب تا صبح بیداری؟ آره، دلتنگ بچه هم، به بودنشون توی این خونه عادت کردم، دلتنگشون.
وقت مهسا تموم شده، دیگه باید بچه ها رو می آورد. اگه نمیتونه بیارتشون، خودم برم نوه هامو برگردونم. عزیزم، تو که بالاخره بچه ها رو میاری تو این خونه، بذار این یک دو روز راحت باشه. برای مراسم پدرشون که باید بیان. برای اون مراسم شما خودت به تنهایی تصمیم گرفتی. من هنوز نگفتم آره، نگفتم نه. مهداد بچه‌مه، دلم میخواد یه روز، یه ماه، یه سال تا وقتی زندم براش عزاداری کنم. شما مشکلی داری؟ آروم باش، آروم باش. نه نه، من مشکلی ندارم. اما قبلنم بهت گفتم ما شرایطشو نداریم. پری، چرا اینقدر خودتو عذاب میدی؟ چرا دنیا رو به کام اطرافیان ترک میکنی؟ وقتی بچه هم دورو برم نباشن، میخوام دنیا نباشن. مهدادم همیشه گرمش بود، این زمستونه همش سرما خورده بود. یادم یه سال تا خیلی بچه بودی، سرما خورده بود تو هم ازش گرفتی. من باش دعوا کردم، داد میزدم، گفتم چرا مواظب خودت نیستی، همش همه رو مریض میکنی، بی مسئولیتی. بعد که آروم شدم گفت، من اگه فکر میکردم بچه دار بشم نمیتونم با زیر پیرنی برم تو بالکن، دوباره بهش فکر میکردم. بعد همون موقع تو اومدی بری تو بالکن، داد زد سرت، نرو بابا سرما میخوریم. تو هم گفتی نمیخوام، خودت میری همینجوری. من هیچ وقت نفهمیدم کدوم اخلاقم به کی رفته. اون موقع که فهمیدم پدر مادرم یه آدم های دیگه ای هم، واقعا فکر کردم چرا من همیشه فکر میکردم سر اخلاقم به اینایی رفته که منو بزرگ کردن. فکر میکردم جنی هم، ولی انگار هیچی ازشون نداشتم. بسی مامان پری پیام داده بود که بهتر خودم بهش بگم تو جنی، بگنم یه دنبال من. میگه چی با؟ هم تحتیده همیشه یه دیگه مامانتون نمیتونه کاری بکنه. اینجور مواقع واقعا فکر میکنم خدا شکر مهدت با آقای سلی میرفته. بالاخره باید جوابش ندادی. خیلی خب بزنی ماجره ها تموم بشه جواب. ماما اونا میتونن دارو خوردن تو بهونه کنن و به زور بیان. کی در مورد قرصا به اخوه؟ متاسفانه اینقدر بزرگ شدن که ثبوت خوندن و نوشتن داره. بعد اون مقداری که داری مصرف می‌کنی ممکنه خیلی عوارض داشته باشه. اون تو بعد با سواد فهمیدی من چه مقدار می‌خورم؟ نه، اونو که دقت کردم. بعدم بابا قبلا نگران این ماجرا بود. یکی دوبارم گفته بود که می‌خواد باهاتون صحبت کنه در این مورد. اونو فکر می‌کنی من خوشی زده زیر دلم اینجوری شده؟ ماما من فقط میگم با مصرف این دارو نمیتونی مطمئن باشی که همه تصمیم گیری یا درسته و ما رو بخوای مجبور کنی اینجوری زندگی کنی. خب خب بگم محترمانه تر میتونه حرف بزنم. ماما جا مرسی که سعی داری با من خوب باشی و یه جوری برخورد بکنی که همه چی سر جاشه، ولی نیست. شاید واقعا نمیشه درستش کنی.
که باده باد نمیزنی نمیزنی زنن. چیا بود اصلا اصلا نقیه خب اینا رو نشنه باید نه خواهی که برسرت بکنم من چجور اینا رو که نمیشناسم من چجور به حسابشون برسم خونشون بلد نیستی اگه من بلد بودم اون رو میدوری زدم سلام آقا زمانی سلام چرا اینجا خب تشریف میبرید حجره؟ نمیخواستم تو محل کار شما باشه حقیقتش میخوام با شما روک باشم من که همون پشت تلفن عرض کردم تسلیم درسته من یک کارایی کردم که سود بیشتری بکنم ولی من از اولش میدونستم این سودی که شما دارین به مهداد میرید خیلی کمتر از معامله هایی که کردید اما گفتم خب شاید نیاز داشته باشیم اما آقا مسعود اینا قش در معامله است من فکر میکنم ارزش دوستی شما با مهداد خیلی بیشتر از این یک قرون دوزار بود نه؟ دست شما در نه؟ سر شما در بله آقا سنین با من این کار نکنید من به اندازه کافی سرم پایین هست ولی هرچی شما بگید در خدمتم بسیار خوب من یه مقدار زیادی پوله که میخوام دلار کنم و این معامله رو شما باید انجام بدید نمیخوام اصلا ردی از من توی معامله باشه اینم به جای همه اون خلافایی که کردید آقا سنیمی الان خرید فروش ارز جرمه بله آزادش هم نیست که بخریم ایلا درسته ولی اون حسابایی هم که شما بالا پایین کردین جرم داشت ولی شما انجامش دادید نه؟ خوب اون ضرره قبلی من یه جور دیگه جبران میکنم خوبه چون من اینجوری میفتم تو هچر ببینید آقا مسعود من اگر کسی دیگه ای رو داشتم که میتونست این کار انجام بده اصلا مزاحم شما نمیشدم من مدارکی دارم که نشون میده شما حسابای بیشتری رو بالا پایین کردید خب این برای حیثیت شما تو بازار اصلا خوب نیست مردادم گفته که شما تو بازار ارز آدم دارید میتونید انجامش بدید قول نمیدم همه سعیم رو میکنم شما انجامش بدید آقا سنیمی باشه مامان از این نورایی که تو هوای سرد زور میزنن وقتی هم به زمین میرسن هنوز گرم من خیلی خوشم میاد نورای زمستون آره منم خیلی دوستشون دارم خیلی خوبن من دارم میرم جنگل سبزی خود رو جمع کنم دوست داری بیای آره حتما خب پس حاضر شو با هم بریم باشه تو گفتی روانشناسی خونده بودی آره یه لیسانسی دارم من خواستم ببینم ممکنه بیمار تحت تاثیر دارو تصمیمای غلط بگیره؟ آره ممکنه یعنی منطقش تعطیل بشه؟ میفهمم چی میخوای بگی لباس رو عوض کن بریم اونجا با هم کلی گپ میزنیم راجبش باشه بعضی از داروها شیمی مغز رو تغییر میده باعث میشه مغزت اصلا یه شکل دیگه بشه انگار یکی دیگه داره به جا تصمیم میگیره بعدن اصلا باورت نمیشه که تو بودی که این تصمیم رو گرفتی خب چی کار باید بکنم که حالا خوب بشه من آخه نمیدونم اصلا مشکلت چیه ولی راه که زیاده اینو نگاه کن بهش میگن انگور کولی خام نباید بخوری ولی پختش خیلی خاصیت داره خیلی چه خوبه الو سلام بابا جان باشه ما نزدیک رودخونه ایم تا شما برسین سر جاده ما میرسیم باشه خدا محسا بابا بود گفت مرحمت با این حالش میخواد تو رو ببینه چی کار داره به نظرم سرمه خانم
سرم خانم. سلام. سلام علیکم، خوش اومدین. مرمتخانه چطوره؟ والا از دیشب حالش بدتر شده. سلام. نمیدونم چی میگه. سلام علیکم، بفرمایید. سیستمی زبانی سنگین شده، روز حرف نمیتونه بزنه. ایوانی خدا. ولی حالا فهمیدم انگار که با شما کار داره. بله گفتم. بفرمایید. شما نمیان؟ نه دیگه، منو بارو میمونیم همیشه. بفرمایید. خیلی ممنون، خوب همیشه. چیزی بیارم بخوری؟ دست شما درد نکنه. ببخشید من. اینجاست که من اصلا قوی نیستم. شما که یه چیزی میدونستید چرا حرف نزد؟ اون خونه بایستی وقف میشد. اینو میدونم که یه عده اومدن اون خونه رو خریدن. من از اون آدم هایی که فقط یه دختر جوون میشناختم، اسمشم نمیدونم. شبی که دیدمش تا وقت نشد اینو ازش بپرسم. من چطوری میتونم پیداش کنم؟ اونا مدت ها تو اون امارت زندگی کردن، حتما یه چیزایی ازشون هست. من همه توی اون خونه رو گشتم، فقط یک کارنامه پیدا کردم به اسم سهرا. این اسم چیزی یادتون میندازه؟ خیلی مهم نیست که به یادم بندازه یا نه، هرچی از تو ممارته. هشین پایش لقه، فردا باید درستش کنم. گمونم اصلا راه افتاده. آره دیروزم زنگ زدم شرکت، کسی جواب نداد، میخواد منو غافلگیر کنه. به هر حال که باید میامد. اگه چیزی اون تو پیدا بشه ممکنه همه چی عوض بشه. من خیلی نگرانم. نه حسن زاده از این کارا نمیکرد. چیزی هم اگه باشه من و تو خبر نداریم. همین فرمون ما نمیدونیم و خبر نداریم و میگیریم میریم جلو. اونم مطمئنم برای اینکه از شر من زودتر خلاص شه هر چیزی که لازم باشه رو بهم میده. اون اگه بدونه که ما چی کار کردیم و ممکنه چیزی به تو نرسه، امکان نداره که بخواد. اون چیزی نمیدونه، قرارم نیست که بدونه. این آخری ها عقل درست درمون که نداشت خدا بیامرز، وگرنه اصلا اون دستخط رو نمی نوشت. کسی پی اون ملک نبود، این همه سال افتاده بود. همین همسایه ها یه خط نوشته بودن خلاص. فکر کنم این قدره رو مغزش هم اثر کرده بود. این چیزا واسه ما دلیله، ولی اون خیال میکنه که اون هرچی دلش میخواد خیال کنه. اتاق باباشو براش آماده کن. از من خوشش نمیاد چون فکر میکنه به خاطر پول زنه باباش شدم. نشدی؟ ما از اولش هم رو همین حساب کردیم. سارا من خیلی وقت صبر کردم، اگه نشه خودت باید ضررشو بدی. تو هم داری منو تهدید میکنی؟ نه میگم برای چیزی که این همه سر زحمت کشیدیم آخرش گند میخوره توش. نمیخوره. خیالتون راحت باشه، حل شد.
هیچی رو حل شد. من دارم به جمعه قد هی میبرن و میارن بگه حل شد. امیرا کدوم گوریه؟ شما چرا قد عصبانی میشی؟ چیزی نشده که. هاش دوتا سوال از شما پرسیدن. مدرک ندارن که بگن نقشه دزدی باقی وعید شما کشیدی؟ مدرکی که دست وعید پول خونه همه مونه. منطقه نمیدونه توش چیه. اگه بفهمه زندگیمو به باد میده. حالی چود؟ حالا هم برو هر جور شده پیداش کن. باشه چشم. با اجازه. سلام. مگه تو نباید الان تو بیمارستان بستری باشی ها؟ خب دیدم حالم بهتر اومدم دیگه. تو که راست میگی. بایستو ببینم. نکن. صورتت چی شده؟ هیچی خوب میشه. کی اینطوری کرده؟ دستش بشکنه. بیا ببرم به درمونگا. لازم نکره تو به من محبت کنی. تو خود الان احتیاج به درمونگا داری. عوضش منصور انقدر دوست داشت من بهش محبت کنم. کجا؟ نترس بابا. فقط یه کمی ضعف کردم. اون هر کاری واسه من میکرد. هر کاری ها. وقت من چیکار کردم؟ انداختمش هلفدونی. شب خوابشو دیدم سولی. ای بهم میگفت بی معرفت. بی معرفت. باور کن از وقتی لوش دادم همش دلم میخواد بمیرم. فعیف که جرأتشو ندارم. این بچه‌ام که دوست داری مادرشی؟ به خاطر اون بچه سالم شو. سلام قربونت برم. سلام احوالی شما؟ صحبتتون بخیر. بهتون حاضره. بفرمایید. وایسا، یادتونه بهتون گفتم طبق قانون تا 3 ماه دیگه مهلت سندای ملک‌آبان تموم میشه و میره زیر نظر دادگستری. با یکی از دوستام صحبت کردم، گفت بهترین راه اینه که شما برین اونجا رو برای زندگی آماده کنین و ساکن شین. اینجوری احتمال اینکه بشه مهلت 3 ماه رو تمدید کرد بیشتره. قانونیه؟ به من میاد کار غیر قانونی کنم؟ نه، ببخشید منظوری نداشتم. به هر حال بهتر از دست رو دست گذاشتنه. صاحب همه صبح همه مریضا رو شفا بده. ان شاء الله. صلوات بفرستید. ان شاء الله. صلوات بر آل محمد. ان شاء الله همتون حاجت روا بشید. ان شاء الله. عرقس خانم جان، عروس چرا نیومد؟ عروسم مهمون داشت ندونست بیاد. آخه ان شاء الله حاجت روا بشه اون. سرش سلامت باشه ان شاء الله. بابا من میگم آخه این عمارت هر کی میره توش جنی میشه. بابا والا مادرای ما میگفتن قدیما که بفرما. من مادر خودم هم میگفت خدا بیامرز. شما شنیدین؟ اصلا دیده بوده به چشمش. دیدم. بابا مرحمت خانومم از وقتی که این اومده اینجا حالش بدتر شده. مرحمت خانومم خدا نکنه خدا اون روزو نیاره. اصلا اون عمارت نفرین شده است. چقدر من بگم مردم این دهن اونقدر که از من خوششون
از زمین میگم ملک عربابی، ولی خیلی سالی کسی نمیدونه من جاشون شبا ازش سجا و عجیز سجا و عجیز از وقتی اینجا آرزو میکنم کاش شب نشه. میکنم شاید مردم راست میگن، شاید اونجا با من یه خبریه. بابا اون ملک نحسی داره، من نمیخوام سیاهی بیاد تو زندگیم. شما در مورد قطعه زمینی دارید حرف میزنید که بیش از چندین هکتاره، یه ملک قدیمی وسطش داره که ارزش اون زمین در حال حاضر بیش از چند صد میلیارد تومانه. بعید میدونم کسی بتونه از این ثروت بزرگ بگذره، حتی اگه فرض محال باشه. اون هوا که بخواد تاریک بشه همه چی انگار یه جور دیگه میشه. نمیتونید به این مرکابان، هیچ کس نمیتونه بره اونجا. چرا این زن بیچاره باید این بلا سرش بیاد؟ این طفل مرد که اینقدر برای همه خیر میخواست، اینقدر به همه رو مداوا میکرد، به فکر آجاز سنگه برای پایی دستشون هم درد نکنی شده همه. میتونم با حرف بزنم؟ عقل درست درمیر ندارم، ولی هر وقت تو بخوای با حرف بزنم. من اصلا نمیدونم دارم چی کار میکنم، میخوام یه کار عجیب بکنم، گفتم به تو بگم. من فکر کردم بهتر یه مدت با بچه ها بریم ملک آبان زندگی کنیم. خرافه ها خرید و فروش اونجا رو راکت کرده، اینجوری هم قصه ها تموم میشه. میبینم داری عوض میشی. برای چی الان شوخی میکنی شهید؟ من دارم جدی حرف میزنم. حمید آقا میگه که میتونه کمک کنه، میگه شاید بشه یه بندایی پیدا کرد که جونه من بذار بگم سهیل بیاد. من الان دارم با تو مشورت میکنم، بعدم نمیخوام سهیل همه دیوونه بازیای منو یه جا ببینه. هی کاری بود بهش میگم، الان تو یه دقیقه به حرف من گوش کن. باشه باشه بگو. به به دمت گرم آقا سعید، بالاخره آپلود شد. چی؟ ها؟ چی آپلود شد؟ هیچ بابا. بگو. میگم. خب بگو دیگه. میگم دیگه. و همه چیز وقتی ماه کامل بشه معلوم بشه. بهش میگن ملک آوان و خیلی قبلتر از این که من به دنیا بیام همین جوری اینجا ایستاده بوده و هرچی هم در موردش هست فقط قصه های ترسناکه. اما اون چیزهایی که تو تاریکی هستن خودشونو نشون نمیدن، مگه اینکه وارد دنیای اونا شده باشی و اونجا رو دستکاری کرده باشی. طبق این قانون کسی که اونا خودشونو بهش نشون میدن باید تو این خونه زندگی کنه. پس صبر میکنیم تا ما کامل بشه. میخواییم کسی رو که ادعا میکنه این خونه مال اوناست بفرستیم تو دل تاریک. ترسیدی؟ نه. میگن نه. یعنی پایه‌ای؟ در چه مورد؟ در مورد اینکه بخوام پوزه بچه‌ها رو بخوام بزنم. فکر می‌کنی کی دوباره اونجا میره؟ نمی‌دونم. وایسا!
مامانم بعد از پیدا کردن کارنامه میخواد بریم همه جا رو بگردن. تو میتونی یه چیزایی یه جایی بذاری؟ چیکار کنم؟ هیچی برای توضیح میدم. ولی خوشم میاد با کسی دوست شدم که ویلا خیلی خفنی دارن. هنوز هم معلوم نیست اون برای ما هستی. من آزاده داریم میریم خرید. چیزی نمیخوای؟ نه. خب در تماسی. خنده دارم من. اگه بشه شاید یه مدتی رو این تو اون ملک زنده نه خیرم نقشه من قشنگ نمیدونم کار درستی یا نه ولی چاره ای نداره. علی آقا علی آقا دستت رو بر کنار. سلام. سلام. صابونا نیستن حواس چایی کردن. میتونیم بریم ملک آبان فقط من بعد چیزایی رو آماده کنم. آره آره خوبه بریم. شما چایی میخوری؟ نه خیلی دارم میرم بیرون. میخوام این درم دیگه باز باشه. خود دانی. میشه بریم دیدن منصور؟ بعید میدونم تا قبل دادگاه بتونی ببینیش. ولی برات میپرسم. دلم براش یه ذره شده. اگه اعدامش کنن من به بچهش چی بگم سلمان؟ دارم میرم بیرون بابا. زود بر میگردم. بذار این درم باز بشه. کلیدش. خداحافظ. مواظب خودت باشی ها. چشم. بهتری دختر. نامرد و بد جوری کتکش زدن. اما دختر من قویه. همه چی رو به سختی به دست آورده. هر چیلی هم که اراده کنه ها به دست میاره. فدات بشم. هم اون زن و مرد نامرد که کارگاه وحید آتیش زدن و دختر منو نابود کردن. اون تازه داشت کار زندگی درست میکرد باز خودش. های 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 دسته در نکنه قبول کردی بیای. شما چند وقت میخواین اون تو بمونی؟ نمیدونم اصلا میشه توی این عمارت زندگی کرد؟ نمیشه. اهل این طرفایی؟ نه خیلی سال پیش منو واسه کار کردن آوردن اینجا. این دور و بر کسی رو ندارم. معلومه لهجه هم نداری. همون نگران چیزی نباش پول خوبی بهت میدم. بعید میدونم این دور و اطراف کسی رو پیدا کنی واسه کار کردن بتونی بیاریش اینجا. تازه اگه بیادم شبا نمیمونه. چرا؟ حرف زیاده. خب ببین آسیه خانم، خانواده دوستم دست من امانتم، برام خیلی مهمن. اگه موردی از چیزی هست همین الان بهم بگو. چیزی که دست شما رو بگیره ندارم. باید اعتقاد داشته باشی. به چی؟ به اینکه یه چیزایی تو دنیا هست که با چشم نمیشه دید. مردم میگن این امارت شومه، بدیومنه. میگن هر کی پاشو گذاشته تو این امارت یا مرده یا یه بلایی سرش اومده. شما خیال میکنی یه ملک با این همه آبادی و مساحت واسه چی یه گوشه افتاده ایش که کاری باش نداره؟ خوب فهمیدی من به این چیزا اعتقادی ندارم.
اگه جای شما بودم زیاد اونجا نمیموندم. خوبه که جای ما نیستی. شما سارا خانمو میشناسی؟ چطور؟ اونا آقا صابر خیلی هوای شما رو دارن. لطف دارم. اینجا آنتن نداره، باید تون تون حرف بزنیم. آب و برق چی داره؟ آره یه چیزایش رو افتاده، ولی بعید میدونم بشه اینجا زندگی کنه. اگه جای اون همه خونه داری و بچه داری با من اومده بودی دو دفعه کوه و دشت و بیابون، الان یه کیسه خواب اونجا کارتو را میداخت. آره کیسه خوابم خوبه برای شبا. ولش کن. الان سوال من اینه که توی همچین عمارت بزرگی کی زندگی میکرده؟ یه خورده از زمینای اینجا که معلوم نیست تا کجا میره خرج منو میداد، ولی اینو ترجیح داد منو بندازن بیرون. گیر دادیا. گذشته رو که نمیشه عوض کرد. این باقی عمرت هم اگه پول داشتی هی هرس بخورد که حالا اینا کی بودن و چی بودن و منو چرا ول کردن. ول کن بابا، من اگه جای تو بودم الان میگشتم ببینم این سندش کجاست. باقی عمرم هم میرفتم اشغال. تو هم دلت خوش آشیدا. شما که اینجا رو به نام من زدید و خلاص. چی بگم؟ خیلی خوب، فعلا کاری نداری، من برم. خدا حافظ. کجا بودی؟ ها؟ کری؟ میگم کجا بودی؟ خرید دیگه. خسته نباشی. خیاطو میره دفتر بهمنی میکنی؟ آمارتو دارم. نیست! چه زودتر از ملک آبان برن تا جواب سوالاشون هم پیدا نکنن جایی نمیرن. پس تو چرا نمیرن؟ اونا اگه جوابشون پیدا کنن که کار تو ساخته است.